جان، حالتان چطور است؟ آخرین بار درباره کدام نقاش یاد گرفتیم؟ بله، آقای ماتیس بود. امروز هنرمند دیگری را به شما معرفی خواهم کرد. اسم این آقا بوترو است. کافی است فقط یک بار آثار او را ببینید تا بتوانید فوراً ویژگی‌های او را تشخیص بدهید. به شخصیت‌هایی که او استفاده کرده است با دقت نگاه کنید. بنابراین بیایید سریعاً سری به آثار هنری آقای بوترو بزنیم. چنین چیزی دیده بودید؟ در سمت چپ نقاشی مونالیزا را که در اصل توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده است داریم و در سمت راست نقاشی آقای بوترو را داریم که یک نقاشی از یک مونالیزای چاق است. جست مونالیزا و همچنین رنگ ها به اثر اصلی بسیار شبیه است، اما چه فرقی وجود دارد؟ بله، بدن او خیلی بزرگ است و همچنان صورتش. اگر به خصوصیات صورت مونالیزا در میان صورت ماه مانند بزرگ او جمع شده نگاه کنیم بسیار جالب به نظر می رسد. در سمت چپ نقاشی داریم که توسط هنرمندی به اسم وان آیک نقاشی شده است و در سمت راست بوترو آن را با مشخصهای خودش کشیده است. به طور به نظر می آید گشتالو چاق به نظر می رسد، درست است؟ خیلی جالب و منحصر به فرد است. دوباره در سمت چپ یک اثر هنری داریم که توسط هنرمند به نام ادگار دگاس کشیده شده است و در سمت راست نقاشی کشیده شده توسط بوترو وجود دارد. نظرتان خیلی جالب نیست که چیزی میتواند خیلی متفاوت به نمایش گذاشته شود؟ وقتی ما نقاشی را که توسط هنرمند دیگری در اصل کشیده شده است را به صورت جالبی دوباره نقاشی میکنیم به آن تقلید موسیقانه میگوییم. چرا ما نقاشی های یک هنرمند دیگر را با تقلید موسیق و به روش های منحصر به فرد خودمان نقاشی نکنیم؟ تقلید موسیقانه از یک نقاشی سالوادور دالی میخواییم بکشیم، پس بیایید شروع کنیم. بیایید نقاشی سالوادور دالی را بکشیم. روی موقعیت جاهایی که میخواییم بکشیم تمرکز کنیم. فعلا فقط نگاه بیاندازه. حالا می توانید حالت ها را به دست آورید. بیاییم با جزئیات بیشتری نقاشی کنیم.
در نقاشی دالی به این صورت کشیده شده است، اما شما می توانید متفاوت از آن نقاشی کنید. در نقاشی دالی این قسمت درخت‌های وجود داشت، اما شما می توانید آن را به چیز دیگری تغییر دهید. همچنان یک ساعت اینجا، اینجا و همینطور در اینجا وجود دارد. شما باید سعی کنید یک شیء دیگری به جای ساعت بکشید. اینجا یک قسمت خالی داریم. از قوه تخیل خودتان استفاده کنید. هر طور که مایلید آن را پر کنید. در قسمت عقب یک اقیانوس، کوها و آسمان وجود دارد. شما هم می توانید همانطور که هست آن را نقاشی کنید یا چند پس زمینه جالب دیگر انتخاب کنید و بکشید. بیایید شروع کنیم. صفحه نمایش را متوقف کنید و یا جایگزین کردن چیزی که دوست دارید و ساعت نقاشیتان را بکشید. بسیار خوب، نقاشی من اینطور تمام شد. من مقدار لوازم هنری نقاشی کردم. من یک پالت، یک قلمه نقاشی و درخت‌هایی را با استفاده از قلمه نقاشی کشیدم. و این قسمت را با رنگ کشیدم. من مدادهای نقاشی منحنی و مقدار رنگ که از سطل رنگ سرازیر شده است کشیدم. شما باید از قوه تخیل خودتان استفاده کنید و هر چیزی را توسط همه نوع چیزهایی که دوست دارید به نمایش بگذارید. بسیار خوب، کلاس امروز چطور بود؟ این دفعه اولمون بود که یک نقاشی مقلدانه خنددار از یک نقاشی مشهور کشیدیم. آیا نقاشی وجود داره که از همه نقاشی هایی که تا به حال یاد گرفتیم بیشتر دوست داشته باشید؟ سعی کنید با قرار دادن افکارتان و موضوعاتی که دوست دارید از آن نقاشی یک نقاشی مقلدانه بکشید. سپس اثرهای هنری جالب و منحصر به فرد شما خلق خواهد شد. پس بار دیگر می‌بینمتان. خدا نگهدار.